شکرم آخراش استا. آره شکر بگی، یه دونه آبی بگیری هم بگیر، مشتری هم دارن زیاد میشن. آبی بگیری هم پس میگیری. فقط از این جنس منجل ایرانی ها نگیری، یه دونه خارجی و اصل شده. همین ایرانی هایی که داریم چی کارشه؟ اسمانم این جنس ایرانی داریم. ها. ردش کن بره بابا. اوستا سه سال اینا رو گفتم آخ نگفتن. آبی بگیری مگه آخ میگه؟ منظورم یه سه سال مثل ساعت داره کار میکنه، آب میوه میگیره دیگه، بره چی برم خارجی بگیرم. بابا همه چیز که آب میوه گرفتن نیست آید اینجا. توقع دیر برن نون بربری بگیره صبح. با نمک منظورم این رفیقی همسایه میاد تو آشپزخونه میبینه جنس ایرانی داریم، آب رو حیثیتمون میره. چی بگم والله. چیز نگو اینا رو سری بگیر، بیا که مشتری الان میرسه. شیرم تموم کرده ما. شیرم فقط شیر گاو هلندی بگیر، از این گاو ایرانی نگیری. اصلا شیر شیره دیگه، ما چجوری برم پاسپورت گاوه رو چک کنم؟ شیر گاوه هلندی سرشار از کلسیم میباشد که برای پوکی استخوان مفید میباشد. کاش یک چیز بود داره پوکی مغز خوب بود. سلام به شما کافی شاتی عزیز، خیلی خوش اومدین. امروز پشت چراغ قرمز از ایرانی بودن خودم شرمنده شدم. 10 تا ماشین کنار هم بود، حتی یه نفرشون هم کتاب دستش نبود. کشور خارجی پشت چراغ قرمز رمان مینویسن. کدوم رمان پشت چراغ قرمز نوشته شده؟ ببین دقیقش رو یادم نیست، ولی خب با توجه به شناختی که از سطح مطالعه و فرهنگ خارجی‌ها دارم حتما یه چند تا رمانی نوشتن. بعیده ننوشته باشه، ولی تو ایران نهایتش پیامک میدن. ما نه تنها مطالعه کردن بلد نیستیم، بلکه فیلم دیدن هم بلد نیستیم. تا میایم یه فیلمی ببینیم سریع که میاد برامون اسپویل میکنه. بازیگرمون میگفت هیچ جای دنیا به غیر از ایران فیلم اسپویل نمیکنن. اسپویل کلمه خارجیه. باشه چه ربطی داره؟ آ منظورتون اگر اسپویل نمیکنن چرا همچین کلمه ای دارن؟ خب ببینید خارجی‌ها چقدر بزرگوارن که برای صفات غیر اخلاقی ما هم کلمه درست کردن. اسپویلشو ما میکنیم، کلمه‌شو اونا میسازن. ساخت کلمه هم تنبلی. سلام عرض میکنم خدمت شما فرهیختگان، بسیار خرسندم که بار دیگر در کنار هم جمع شدیم تا تنکاشی داشته باشیم در باب سینما و فرهنگ. چی کار داری میکنی؟ استاد جشن تولدی داریم بعد این برد، شما بفهمید، شما راحت بشید. امروز میخواییم در مورد کنار آمدن با واقعیت در سینما حرف بزنیم. متاسفانه میشنویم عده شعار زده از اینکه سینمای ایران آرمان و شکوه نداره شکوه میکنه. من از این شکوه شوکه میشم. اتفاقا امروز جریان سینمای ما باید به سمتی بره که باد قبقب ما ایرانی ها رو خالی کنه. ما ایرانی ها الکی به قبقبمون باد میندازیم. بالاخره یه جایی باید این باد خالی بشه. فرقی هم نمیکنه. باید شجاعت داشته باشیم. نباید بترسیم از اینکه بخوایم در واقع علیه خودمون این باده رو خالی بکنیم و این باد کنیم. عرض میکردم باید شجاعت داشته باشیم. خوشبختانه بخش بزرگی از سینمای ما در این سالها داره به همین سمت میره. نباید به ستینگ سینمامون دست بزنیم و اجازه بدیم که راه خودش رو بده. اما یکی از پرفکت‌ترین و پرفکت‌ترین فیلم‌ها در این زمینه فیلم مهمانخانه ماه نو اثر تاکفومی تسوتسوییه. نکته مثبت این فیلم تهیه کننده ایرانی این اثره و ارزشمندی که ما با پول خودمون این باد خودمون رو خالی بکنیم و غرور علکیمون رو لگدمال بکنیم. باد نکنم؟ خودت چی فکر می‌کنی؟ نه آخه این خارجیه، خارجی‌ها رو که باد کنیم اشکال نداره. در این فیلم فراناسیونالیستی یک زن مفلوک ایرانی که از قضا باردار هم هست توسط شوهر نامرد ایرانیش رها میشه. این البته در واقعیت هم همین جوره. این یک رفتار پرتکرار بین مردهای ایرانیه. توی فیلم‌های زیادی هم شاهد این رفتار زشت از مردهای ایرانی بودیم. این زن مفلوک برای کار به ژاپن میره و در اونجا یک مرد ژاپنی نوع دوست به او کمک میکنه. چه جناس زیبایی؟ زنی که حمال یه بچه است برای حمالی به ژاپن میره. اما چرا ژاپن؟ با تو هم؟ آه؟ چرا ژاپن؟ چون تلفن روی میز رئیس جمهور آمریکا سوزوکیه؟ بالاتر. یاماها؟ نه عزیز. چون ژاپن سرزمین رسیدن به آرزوهاست. درسته که اون کیفیت غرب رو نداره بالاخره، اما در شرق عالم نعمتیه حضورش برای ما. شاه دیالوگ این فیلم اونجاییه که بعد از انبوهی دروغگویی و پنهانکاری ایرانی ها در این فیلم
یک کاراکتر ایرانی لب به اعتراف باز میکنه و میگه که یک ژاپنی هیچ وقت دروغ نمیگه. این صداقت ژاپنی ها رو میزنه تو صورت من و شمای بیننده. برای چی؟ برای اینکه وقتی ما شنیدیم خجالت بکشیم که چرا ما مثل ژاپنیا نیستیم. یه ژاپنی هیچ وقت دروغ نمیگه. تا حالا شده یه ژاپنی به تو دروغ بگه؟ نه، ولی یه بار با... فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است. و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. داشتیم بعد توپ خورد به پای مدافع ژاپن، رفت تو کرنر، بعد میگفت به بودا قسم به من نخورد. اینم از حرفه‌ای‌گری ژاپنی‌هاست جان من. داشتن اون داور رو امتحان میکرد. وای ژاپنی‌ها کار میکنن به عقل آدم نمیرسه. بله، نه تنها ما در ژاپن هیچ آدم دروغگویی نداریم، بلکه باندهای سازمان یافته خلافکار هم. یاکوزا نداریم. یاکوزا نداریم. مرد نیکوکار این فیلم حاضر بود در ازای گرفتن مسئولیت فرزند این زن مفلوک ایرانی به او پول هم بده. یعنی بچه‌شو بخره؟ نه، هم مسئولیت بچه رو به عهده بگیره، هم به مادر مفلوکش کمک بکنه. اما میبینیم که مادر ایرانی قش در معامله میکنه، بچه خودشو ور میداره و به ایران فرار میکنه. اما این قهرمان ژاپنی وقتی که بعد از سالها به ایران برمیگرده، هنوز هم پیگیر سرنوشت اون بچه است. فیلمساز به خوبی امتداد رفتار خوب ژاپنی ها رو به تصویر میکشه. میخواد بگه که خارج از مرزهای جغرافیایی هم یک ژاپنی میتونه به ایرانی ها کمک بکنه. در واقع این فیلم نشون داد یک ژاپنی حتی در ایران هم یک قهرمانه. در واقع مصداق این ضرب المثل که دسته ژاپنی همه جا سامورایی، نه برای یک سامورایی همه جا ژاپنه. نکته باریکی که وجود داره اینه که بازیگر نقش کودکی اوشین هم در این فیلم بازی میکنه. اون کودک بدبخت سریال اوشین حالا در ژاپن نوین رشد کرده، با یک مرد پولدار ازدواج کرده و در نتیجه موفق شده. اما در ایران نوشین که همون نیو اوشینه، همچنان سرنوشتی اوشینوار داره و در فلاکت دست و پا میزنه. بد خب نکن این کارو دیگه. صد بار بهت گفتم جنس ایرانی رو الکی باد نکن. یکی دیگه خارجی بود. خارجی اگر بود که نمیترکید. البته راست میگی، فوت ایرانی داشت، کاش میدادم این خارجی بادش کنه. داشتم میگفتم فیلمساز در این فیلم با استفاده از کادر بندی، نور، اکسسوار صحنه، انتخاب لوکیشن ها و خلاصه هر چیزی، برتری ژاپن نسبت به ایران رو مدام به مخاطب یادآوری میکنه و انقدر خوب میزان سن رو چیده که هر مخاطبی با هر میزان سن از این میزان سن برتری مطلق ژاپن رو فهم میکنه. خب خیلی ممنونم از استاد بینا بابت بحث خیلی خوبی که داشتم. استاد اگه میشه باز شما خارج رفتی، 4 تا پاسپورت بیشتر از ما پاره کردی، یه فوت توی این بکن تمیز آقا. ببین مشکل از فوت ما ایرانی هاست یا زبون آیدین داد با کنک های خارجی ضعیفه. یه دونه کشور عقب مونده ایم دیگه. همین امارات بیخه گوشون ماهواره فرستاده هوا، بعد ما هیچ، ما نگاه. از اون بدتر اینه که حسودیم، میگیم چرا ماهواره خودشون نساختن. خب مگه مهمه؟ مهم اینه که پرتاب ماهواره با خودش، ماهواره خودشون نفرستادن فضا. ببینید از قدیم گفتن کار را که کرد آن که تمام کرد. من تحقیق کردم، آخرین مرحله پرتاب ماهواره شمارش معکوسه. خبر موثق دارم شمارش معکوس این پروژه با شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم بوده. آقا 6 نفر چی؟ همینا یه نفره. وضعیت مالیش تو به 7-8 تا اسم داره. ولی اصلا ماهواره رو ما خیلی قبلترش فرستاده ما. تازه چند بار پرتاب موفق داشتیم. ماهواره تو مسیر پنچر شد؟ نه. ها سوختش تموم شد، سقوط کرد. گفتن تو مدار دیگه. همین دیگه، رانندگی هم بلد نیستیم. ماهواره نازنین رو کوبوندیم تو مدار، کلی خرج صافکاری نقاشی رو دستمون مونده. خدا کنه مدار خسارت نیده باشه. چیزی نیست، خوب میشه اصلا. چرا همچی میکنی؟ رفته تو مدار زمین قرار گرفته دیگه. یعنی موفق بوده؟ ها دیگه. خب اینم کار خودشونه، ماهواره فرستادن تو مدار تا ما حواسم از یه چیزی پرت بشه. مرغ همسایه قازه.
برو ظرفاتو بشو بده. درم لیست می‌نویسم. برو ظرفا رو بشو لیستم کنارش ادامه بده. اونم بحثه. خب ببینید بعد از دور بدوی بیای سمت میز. اصلا تو جای بی کوچیکی مو چجوری بدوی؟ خب اکتشو برو بعدا خودم درستش میکنم. یعنی منو کوچیک میکنی؟ نه میندازه توی خونه 2000 متری تریپلکس. خب بره چی؟ با کلاستر دیگه. هرچی جلوه خونه بیشتر باشه تاثیر تبلیغ اون بیشتره. فقط حیف که چشات رنگی نیست آیدین. خودم که عینک دودی دارم اصلا چشمام معلوم نمره. نشه. ما نباید اصول اونا زیر پا بذاریم. چشم رنگی و موی بور از اصول اساسی تبلیغاته. سگ سوال بپرس. این تبلیغ بره خارج میخوری؟ نه داخلیه چطور؟ خب اگه اینجوریه پس ما برای چی باید چشمام رنگی بشه و موی بور داشته باشم؟ مگه تو ایران چند تا چش رنگی و مو بور زندگی میکنن؟ واسه تبلیغ خوب که نمیشه از قیافه معمولی مردم کوچه و بازار استفاده کرد. اولا همین مردم معمولی کوچه و بازار بعدی محصول بخرن. دوم اندیشم مگه ما ایرانی ها چیکار مانه؟ خب خارجی خوشگل ترن دیگه. همشون به چشم سیستر اندرادر یکی از یکی خوشگل تر. تو اصلا همین وینونی رو نگاه کن چقدر خوشبر و روه. اصلا همین بوریس جانسون وقتی نگاهش میکنی انگار مریضه بس که بیرنگ و روه. خب به این کار نرسته باش. خب وقتی لوبیار دیدی نهایت ذوقی که میتونی از خودت بروز بده بعد با اشتها شروع کن به خوردن. استاد مگه قرار نیست تو خانه 2000 متری بشه؟ چرا؟ خب ما الان خانه خودم با تراس و فلان و اینا همه 65 متری شیشلیگ میبینم مگه خوشحال نمیرم. بره چی کسی که توی یه خانه 2000 متری زندگی میکنه با دیدن کنسرو لوبیا باید خوشحال بشه؟ شاید خیلی گشنشه. استاد به همان مخندن ها؟ نه نمیخندم. ببین الان یه دور تمرینی بریم بودو. باشه استاد. آخ جون بازم شام امشب کنسرو لوبیا چیتی طوفان داره. آفرین استاد. امشب شام چی داره؟ کنسرو لوبیا چیتی طوفان با طعم آب لیمو. ما چقدر خوشبختیم که امشبم طوفان داره. کنسرو لوبیا چیتی طوفان سازگار با محیط زیست. تنها خوبی اینجا اینه که همه چیزمون به هم میاد. نه تنها کشور بدی داریم بلکه ببخشین تروتون میگم مردممون هم پخمن نکم. همین کرونا محک خوبی بود. تو اروپا و آمریکا مردم هجوم میبردن تو فروشگاه هرچی مواد غذایی و شوینده بهداشتی ذخیره کنن. در حدی که قفسه ها خالی شده بود. دستمال توالت گیر نمیومد. به یه عده دیگه مفت و مجانی آب میوه میگرفتن میفرستادن بیمارستانا. شم اقتصادی نداریم دیگه. نه خودمون نه مسئولینمون. سیاستمدارای اونا بار ماسک همدیگه رو تو هوا و دریا از همدیگه میقاپیدن. بعد ما تو خشکی نتونستیم یه نیسان ماسک از کشور همسایه بونن. این کشور مرکز نفرین زمینه. هیچ جا مثل ایران بدبختی و حادثه به وجود نمیاد. قبول داری؟ نه استا. همه جا چه چیزا هست دیگه. پلاسکو یاد نیست ریخت. خب یک ساختمون 22 طبقه تو آمریکا هم ریخت. خب نه اونا حتما کنترل شده است. تلفات که نمیدن اونا. تلفات داشت اتفاقا چند برابر پلاسکو هم کشته داد. خب آتش سوزی چی میگی؟ چند تا از جنگلای اینا تا الان آتش گرفته. کجای دنیا اصلا جنگل آتش میگیره؟ استا همین آمریکا که سالی چند تا آتش سوزی بزرگ داره. جدی؟ خب الان که دارم فکر می‌کنم آتش سوزی خیلی هم بد نیست، هیجان داره. بعدش هم مثلا کلی خونه و جنگل آتش میگیره، زغال میشه، بلال میتونی توش درست کنی. میتونی توی ایران هر کیلو زغال چقدر پولشه؟ آید فکر می‌کنم ظرفا رو خوب نشستی. پر یه دور دیگه بشو. آفرین. آماده ای؟ 3, 2, 1 اکشن. یکی از آیتم های خوب کافیشات منوی غذاهای وی آی پی اینجاست. یه عالم غذای خاص و لاکچری. من خودم عاشق فیش اند جعفری هم. به به چیکار کرده قلمبه؟ خودت گفتی دیالوگات که تموم شد غذاتو بخور. گفتم بخور نگفتم همشو ببل. که همچی میگی همش انگار یه دیگ قضا بود. همش یک لقمه بود. قلوم به گشنه من جا. تو این آیتم رو ضبط کن و من هرچی قضا خواستی میارم بخوری. نگاه ما نمیتونم کم کم قضا بخورم، معدم هوا میگیره. خدا بکنی چجوری مشهد با اینا سیر میرن؟ سیر نمیشن که. سریز میاری؟ سکه چون میشنه بعد سریز چیه؟ حرف بدی زدم. آره دیگه سریز مال رستورانای قدیمی که بوی برنج و قرمه سبزیش از یه فرسخ میومد. نه مایده با کلاسی مثل اینجا. یعنی اینا این همه رو از جای دیگه میان اینجا دو برابر جای دیگه پول میدن بعد سیر نمیرن گوشت نمیرن خونه‌شون. بعضیاشون میرن دو سه تا محله پایین‌تر یواشکی ساندویچ کثیف میخورن بعد میرن خونه‌شون. اوکی نمیفهمم. آدم غذا میخوره که سیر بره دیگه. خب بعضی تازه همینم تموم نمیکنن. یعنی با اینکه سیر نمیرن غذاشون تموم نمیکنن. ببین حفظ پرستیژ از اون شکم مهمتره. تو به این کارا کار نداشته باش. من بقیه غذا رو که آوردم از هر کدوم یه ذره میخوره بعد وانمود کنه که سیر سیر شدی. حله؟ سخته ولی باشه.
خب اومدیم اینجا منوی وی آی پی کافی شاپ رو تست کنیم. اولین آیتم این اسپاگتی پوره که فوق‌العاده است و غذای دوران بیپوری مارکوپولو بوده. اینو فقط میتونید با 340 هزار تومان اینجا امتحان کنید. بی‌نظیر خوبیه اسپاگتی اینه که با آرد غنی شده درست شده و حسابی باقویه. دومین آیتم این فیش اند جعفری است که به زیبایی فرهنگ ماهی های مدیترانه رو با جعفری شما تلفیق کرده. اینو فقط میتونید با 397 هزار تومان امتحان کنید. من دیگه واقعا سیر شدم و نمیتونم بقیه آیتم رو تست کنم. اما شما حتما به کافی چات بیاین و از منوی وی آی پی لذت ببرید. درد و مرض و مرگ و میر تو ایران از همه جای دنیا بیشتره. مثلا این دیروز تو کوچه‌مون سالگرد پیرمرده بود، بعد از امروز پیرمرد دیگه مرد. خب کجای دنیا توی یه کوچه در عرض یه سال دو تا پیرمرد میمیرن؟ کجای دنیا این همه مریضی هست؟ دوستم میگه آمار سرطان ایران از میانگین اروپا پایین‌تره. خب میخوای گیر بدی به یه چیز درست گیر بده. چرا به سرطان گیر میدی؟ بی سواد میدونی سرطان چیه؟ بعدا وقتی زیاد سلول تولید میکنه سرطان تشکیل میشه. خب تو تولید سلول کمکاری میکنیم بعد اروپایی حسودی اون میشه. خب شاید تغذیهش خوبه که بدنش رو زیاد سلول تولید میکنه. یا مثلا میگن آمار خودکشی تو ایران از اروپا و آمریکا کمتره. خب اگه جووناشون خودکشی میکنن به این خاطر که تا سن 20 سالگی نهایت استفاده از زندگیشون کردن، کیفیت زندگیشون خوب بوده، کمیت رو بیخیال شدن. اونا کلا زندگیشون از ما بهتره، تو کار همدیگه هم دخالت نمیکنن. مثلا اخبار نشون داد که دو سال پیش یه پیرمرده تو خونش مرده، هیچکی نفهمیده. یعنی این جنازه‌ش هم بو گرفته بوده، همسایه‌م گفتن خب خونه خودشه، دوست داره بو نعش بده، یا شاید مسواک نزده به روش نیارید. دولت هم دیده بعد دو سال پول قبضشو نداده، درو شکسته رفته تو پولشو برداره. اگرنه مزاحمش نمیشد. حالا تو ایران شما یه فندک بزن، هفت تا همسایه میام میگن خونتون بو گاز میده، مواظب باش. درود به همه شما میهمانان گرامی حراج بزرگ ملک به بالای تهران. خیلی خوشحالیم از اینکه امروز هم در خدمت شما حامیان فرهیخته هنر و هنرمند هستیم. حقیقتا اگر شما حامیان خاص پسند دنیای هنر و حمایتتون نبود، شاید هنر و هنرمندی هم نبود به افتخار خودت. خب امروز با دو اثر متفاوت در خدمتتون هستیم. ابتدا یه اثر پست مدرن از یه هنرمند نام‌آشنای جهانی، آقای ماریزیو کاتالان ایتالیایی. این اثر قبلا در حراجی در شهر میامی ایالات متحده به مبلغ 120 هزار دلار به فروش رسید. بعدها با توجه به استقبالی که از این اثر شد، آقای کاتالان دو نسخه دیگه از اون را هم به ترتیب 120 و 150 هزار دلار فروختن. با تلاش و رایزنی مدیر کافی شات ایشون پذیرفتن یه نسخه دیگه از این اثر رو هم خلق بکنن تا در حراجی کافی شات هم هنردوستان ایرانی از اون بهره مند بشن. خانم ها آقایان، این شما و این اثر کمدین از آقای ماریزیو کاتالان. سفید چایی دیر موز چیه که؟ آدم اینقدر هنر نفهم آخه؟ ما برای اینکه ثابت بکنیم هنردوستان طبقه مرفه و الیت در ایران بیشتر از افراد مشابه در سایر کشورها به هنر پست مدرن اهمیت میدن، قیمت پایه این اثر رو 120 هزار دلار در نظر گرفتیم. رقمی که قطعاً با شناختی که از شما سراغ دارم بسیار بالاتر از این هم خواهد رفت. خدا وکیل هر کی 120 هزار دلار پول بوده عقلش کم. ساکت هایی میشنون؟ این اگه نشنون عقل خودشان نباید بکشه. مثل تو نیستن که موز ببینن، کلی هنر توی این نهفته. خب با رقم 120 هزار دلار شروع میکنیم. 120 هزار دلار یک، 120 هزار دلار دو، 130 هزار دلار. بسیار عالی. این اثر ویژگی های زیادی داره که هر کدوم به تنهایی برای اینکه اون رو تبدیل به یه اثر فاخر هنری بکنه کفایت میکنه. اولین ویژگی ایتالیایی بودن خالق اثر. 140 هزار دلار. مردی از سرزمین داوینچی و میکلانج. 150 هزار دلار. دومین ویژگی این اثر خارجی بودن متریال به کار رفته شده در اونه. موز دستچین شده از بهترین مزارع موز اکوادور. 160 هزار دلار. بسیار عالی. 160 هزار دلار میشه یک کانتینر موز. خیلی. اما بهترین ویژگی این اثر اینه که تا حالا کسی نتونسته منظور اصلی خالق اثر رو بفهمه. 170 هزار دلار و باز هم بالاتر 180 هزار دلار. واقعا آدم لذت میبره از تنفس در اتمسفری که شما انسان‌های خاص و اسپشیال در اون حضور دارید. میشه ساعت‌ها به این اثر خیره شد و چیزی نفهمید.
200,000 دلار. 200,000 دلار بسیار. اعضای اتابک با این همه درک هنری و کمالات بعیده بذارن کسی که صاحب این اثر بشه. کاملا درسته. آقای اتابک 210,000 دلار. ببخشید. الان که دارم فکرش رو میکنم آقای فخرازین هم شایستگی لازم برای تصاحب این اثر رو داره، مخصوصا اینکه خالقش ایتالیاییه و هموطنه میکل آنج. آقای فخرازین 220,000 دلار. حالا آقای اتابک 230. مجدد آقای فخرازین 240. و حالا آقای عطاوی 250,000 دلار. 250,000 دلار. 250,000 دلار. 2. بله، اثر فاخر کمدین به مبلغ 250,000 دلار فروخته شد. این موزش هم اگر بعد از چند روز سیاه شد اصلا نگران نباشید، هم موزش و هم چسبش قابل تعویض و به راحتی تو خونه اون رو میتونید عوض کنید. اما تابلوی بعدی یه نقاشی عامه پسند هست که پیشاپیش از اینکه ممکنه در شأن این محفل و سلیقه شما بزرگواران نباشه عذرخواهی میکنم، جسارت ما رو ببخشید. در جهت حمایت از یک نقاش تازه کار، کمال الملک نامی، میخوایم این اثر سنتی رو هم امروز به حراج بذاریم تا حداقل پول رنگ و بومش در بیاد. خب همونطور که میبینید یک اثر سنتی و کاملا ساده است که هنرمند الکی 5 سال از عمرش رو صرف خلق اون کرده، در صورتی که تابلو قبلی زیر 1 دقیقه خلق شده بود و هرچه اون اثر فهم سختی داشت، این اثر به راحتی و توسط یک بچه 5 ساله هم قابل فهمه. این اثر رو با قیمت پایه 500,000 تومان به حراج می‌ذاریم. بله، اگر غیر از این بود تعجب می‌کردیم. ما از حاضرین در این جمع غیر از این هم انتظاری نداریم. باز هم عذرخواهی می‌کنم از اینکه یه تابلو ساده و سنتی رو امروز در این حراج ارائه کردیم. برای اینکه این تابلو ساده ایرانی خریدار نداره، پایان حراج امروز رو اعلام می‌کنم. خب خسته نباشید. به 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 عالی بود. عالی بود. ولی از اونم کار وسیلتی. وسایل من خودم برش می‌دونم. واقعا اینو؟ ها. خب چیزه، فقط به در دیوار کافی شات نزنی، ما اینجا فقط آثار هنری پیچیده نصب می‌کنیم. آ، بدنا. چسبوندن موز به در دیوار هنری و پیچیده. عجب بابا، اینا دیگه کی هستن؟ 1000 سال دیگه هم بهشون نمیرسی. باز چی شد دوستا؟ ببین نوشته منطقه است تو ژاپن، خب کامل تخلیه شده به جز یه پیرزنه که اونجا داره زندگی میکنه. بعد شهردار دستور داده به خاطر این پیرزنه هست تمام خطوط اتوبوس اونجا فعال بمونه. ببین چقدر انسانیت اونجا. اینا که افسانه اوستا، ولی اگه راست بشه نشون میده شهردار آدم بی عقلیه. نه خیرم، آدم شریف و وظیفه شناسیه. یعنی خطه کامل کامل برقراره. آره، با چند تا اتوبوس همه ایستگاه هم وای میسن. حتما دیگه. خب این نشون میده شهردار انز بز نمیفهمه. وا، چرا به شهردار فریخته و مسئولیت پذیر ژاپنی تو این میکنی؟ نگاه سا، این داستانا که واقعیت نداره. این کانالای دریپیت اینا رو خودشان در میارن که ژاپونیا رو بکوبن تو سر ما، ولی فکر نمیکنن که با این حماسه سراییاشون ژاپونیا رو بیشتر خنگ نشون بدن. خنگ واسه چی؟ خب اصلا بهتر نیست به جایی که چند تا راننده و اتوبوس رو علاف کنن، یک ماشین شخصی با یک راننده شخصی به پیرزنه بدن؟ هم تو ایستگاه علاف نمیره، هم ارزونتر در میه. ببین ظاهرا حرفات درسته، ولی بعید میدونم ژاپنی به اینجور چیزا فکر نکرده باشن. حتما ما نمیفهمیم. ها، همه میفهمن، فقط ما نمیفهمیم. یه درصد حرفات درست بشه چی؟ آیدین حواست به اینجا باشه، من برم سفارت ژاپن بهشون خبر بدم. آبروشون در خطره. پردشب فقط حیف چشات رنگی نیست. او که عینک دودی دارم اصلا چشمم معلوم نمیره. باسیر دیالاکتو بگو. فقط میه مره. هنوز میامدی تو مخندی؟ ببین هرچی جلوه خونه بیشتر باشه تأثیرمون تبلیغ گذارتره.